در گذشته درباره خاستگاه زبان فارسی و برخی جنبه‌های تاریخی آن سخن گفتم. در این برنامه می‌خواهم به یکی دیگر از آن جنبه‌ها که دشمنی با زبان فارسی است بپردازم. زبان فارسی پدیده شگرفی است. یکی از کهن‌ترین زبان‌های فرهنگی بزرگ انسان به شمار می‌رود. کمتر زبانی را می‌توان سراغ داشت با چنین پیشینه تاریخی دراز، با چنین ادبیات شعری گوناگون و درخشان و با چنین ویژگی مهم فرهنگی و اجتماعی که پیوند دهنده صلح‌آمیز مردمان گوناگون در طول سده‌ها در فرهنگ مشترکی باشد. فارسی زبان آزادی و مقاومت در برابر ستمهای مهاجمان زورگو و بی‌فرهنگ بوده است. مهاجمان عرب اسلامی به کنار، لشکریان ترک و تاتار که در طول سده‌ها ایران را دستخوش هجوم و ویرانی ساختند ولی انگیزه ایدئولوژیک و دینی نداشتند، سرانجام فارسی را زبان خود قرار دادند و به آن افتخار کردند و ایرانیان هم آنان را پذیرفتند. فارسی راه پرنشیب و فرازی پیموده، همیشه زیر تهدید زبان عربی بوده و بسته به دورانها و تأثیرهای سیاسی چهرههای گوناگونی از خود نشان داده است. فارسی به سبب فشارهای سیاسی همیشگی که در طول تاریخ به آن وارد می شده نمی توانسته آنچنان که باید از همه توانمندیهای خود استفاده کند. از این رو با کاستی‌های دست به گریبان است که زمانی درباره‌شان سخن خواهم گفت. فارسی در طول این تاریخ پرنشیب و فراز دشمنان بسیار داشته، دشمنانی که نه بیگانه بلکه از خود ایرانیان بودند و اینان خطرناکترین دشمنانند. یکی دو نمونه به دست خواهم داد. نخست کمی به عقب بازگردیم. با حمله عرب و وارد شدن اسلام به ایران، بر سر زبان ایرانیان میبایست همان میآمد که بر سر زبان دیگر کشورهایی که به دست مسلمانان میافتادند. یعنی زبان ایرانیان میبایست از میان میرفت و زبان عربی که زبان قرآن بود جای آن را میگرفت، همانطور که در مصر و کارتاژ و سوریه و دیگر جاها شد. زبان مصریان با آن تمدن بزرگ چند هزار ساله را نابود کردند و مصریان از نظر فرهنگی کاملا عرب شدند. زبان و تمدن امپراتوری کارتاژ هم که بر تونس کنونی و پهنه های پیرامونیان گسترده بود و کرانه های جنوبی دریای مدیترانه را زیر فرمان داشت، پس از شکست از عرب ها از میان رفت. در ایران مهاجمان و اعوان و انصار ایرانیشان در راه نابود کردن زبان و فرهنگ گذشته مردم این سرزمین بسیار ستمیدند و جنایتها کردند. کارهای داعش را در سوریه و عراق با اسیر گرفتن دختران و زنان و سربریدن مردان و ویرانی بناهای تاریخی در نظر آورید. چنین جنایتهایی در مقیاسی بسیار وسیع‌تر و دلخراشتر در فتح ایران انجام شدند. زنده یاد عبدالحسین زرینکوب بخشی از آنها را در کتاب دو قرن سکوت به دست می‌دهد. ابوریحانی بیرونی شرح نابود کردن زبان‌ها و آتش زدن کتابخانه‌های ایرانی را به دست عرب‌های مسلمان در آثار الباقیه آورده است. نه تنها زبان ایرانیان میبایست عربی میشد، بلکه ایرانیان میبایست ایرانی یا هویت فرهنگی خود را از دست میدادند و این با نام عربی بر خود گذاشتن میآغازید. زنده یاد استاد جلال الدین همایی هم این رویدادهای ویرانگر و اندوهبار را به یاد آورده است. آنچه در گذشته از سخن او گفتم در اینجا تکرار نمیکنم. مورد دیگری که نگفتم این است که بنابر استاد همایی، عبدالله ابن طاهر که حکومت خراسان یافت، هرچی از کتابهای ایرانیان تا زمان او 213 هجری قمری باقی مانده بود فرمان داد که در آب بیندازند یا در آتش بسوزانند. استاد همایی میافزاید در تذکری دولتشاه آمده که این امیر عبدالله روزی در نیشابور نشسته بود.
شخصی کتابی برای او تحفه آورد و گفت این قصه وامق و عذراست که حکما برای انوشیروان جمع کردند و خوب قصه است. عبدالله گفت ما اهل قرآن و حدیثیم و این نوع کتاب ها ما را در کار نیست و این کتاب تألیف مغان و نزد ما مردود است. و فرمود آن کتاب را در آب انداختند و حکم کرد هرچه از تصانیف عجم پیدا کنند بسوزانند. پایان نقل قول. زبان ایرانیان عربی نشد، ولی ایرانیان زبان کشورداری یا رسمی خود را که پهلوی بود از دست دادند. زبان پهلوی ساسانی دست کم نزدیک به 500 سال پیشینه نوشتاری داشت. زبانی بود با بسیاری توانایی های واژه‌سازی در همه زمینه های زندگی روزانه، دینی و کشورداری. پیش از ساسانیان زبان پهلوی پارتی هم که تفاوت های اندکی با پهلوی ساسانی داشت از پیشینه چند صد ساله برخوردار بود. به سخنی دیگر در زمان حمله ویرانگر عرب زبان پهلوی در دو دیسه ساسانی و اشکانیان نزدیک به 1000 سال پیشینه نوشتاری داشت. از آنچه از این زبانها بازمانده میبینیم که پهلوی زبانی است بسیار توانا و منظم و باقاعده که بیگمان زایده کوشش‌های زبانی که ایرانیان در آن دورانها بوده است. کتاب‌های فراوانی به زبان پهلوی نوشته شده بودند. فهرست بلندی از نام کتاب‌هایی را که در پهلوی وجود داشتند و از میان رفتند میتوان در کتاب الفهرست ابن ندیم صدی 4 هجری و در سبک‌شناسی استاد محمد تقی بهار یافت. چنان که گفتم شمار این کتاب‌ها بسیار است، با اینکه در آن زمان‌ها فن کاغذسازی هنوز گسترش نیافته بوده است. باید دانست که کاغذسازی را چینیان اختراع کردند، ولی فن کاغذسازی را به دیگران نمی آموختند. راز کاغذسازی چینیان در سال 751 میلادی آشکار شد. در این سال لشکریان خلیفه عباسی در مرزهای خراسان بزرگ با چینی ها به جنگ پرداختند. نبرد در نزدیکی رود طلاس نزدیک به سمرقند و فرغانه در گرفت. در این جنگ لشکریان خلیفه با همدستی امپراتوری تبت سپاه امپراتور چین از دودمان تانگ را شکست دادند و چینیان بسیاری را کشتند یا اسیر کردند. زندانیان چینی را وادار کردند فن کاغذسازی را به سربازان خلیفه بیاموزند. نبرد طلاس رویداد بسیار مهمی است در تاریخ کاغذسازی. نخستین کارگاه های تهیه کاغذ در خلافت اسلامی در سمرقند به کار افتادند و از آنجا به سوی باختر پراکنده شدند. نزدیک به 50 سال بعد بغداد دارای کارگاه های کاغذسازی فراوان بود. به هر حال ایرانیان زبان فارسی را که از خراسان بزرگ آمده بود جایگزین زبان پهلوی کردند و عرب زبان نشدند و این نشانه تنومندی فرهنگ و تمدن پیش از اسلام آنان است. در زبان نوپای فارسی شاعران برجسته‌ای برخاستند. بزرگترین آنان فردوسی است که با شاهنامه خود سند هویت و فرهنگ ایرانیان را به نظم درآورده است. فردوسی افسانه‌ها و تاریخ ایران پیش از اسلام را به شعر حماسی زیبا درآورد. آنچنان که ایرانیان بتوانند آنها را از بر کنند و بدانند که هستی و فرهنگ آنان با اسلام آغاز نمی شود، پی ببرند که پیش از اسلام پیامبر بزرگ کشورداران خردمند، دلاوران و پهلوانان بزرگ جانباز برای میهن خود داشتند. با این حال زبان فارسی از سابقه 1000 ساله نوشتاری زبان پهلوی برخوردار نبود و برخلاف پهلوی که زبان کاملا مستقلی بود همیشه زیر هجوم واژه‌های عربی و سلطه ایدئولوژیک آن قرار داشت. فارسی به طور عمده زبان شعر بود نه نثر. در فارسی به گردهای کنسپت‌های علمی و فنی ساخته نمی‌شدند و اگر گاهی به فارسی درباره فلسفه و دانش می‌نوشتند همه به گردها عربی بودند که مستقیما در فارسی به کار می‌رفتند. بدین سان سازوکارهای واژه‌سازی فارسی فلج می‌شدند و نه تنها زبان پیشرفت نمی‌کرد، رو به نزاری، ضعف و تباهی می‌رفت. سامانیان بسیار به زبان فارسی و فرهنگ ایرانی دلبستگی داشتند.
در زمان آنان کوشش هایی در نوشتن دانش و فلسفه به فارسی انجام شدند که نمونه آن التفهیم ابوریحان بیرونی در اخترشناسی و دانشنامه علایی بوعلی سینا در فلسفه و منطق است. ولی این کوشش ها چنان که باید دنبال نشدند، به دو علت اصلی. علت نخست دشمنی با فارسی و خار داشتن آن بود و کسانی که این چنین در برابر فارسی می ایستادند نه عرب ها بلکه عنصرهایی از خود ایرانیان بودند، ایرانیانی خشک مغز و دلباخته ایدئولوژی عرب. برای نمونه وقتی سلطان محمود غزنوی احمد ابن حسن میمندی را به وزارت گماشت، او دستور داد دیوان یعنی نوشته های دولتی را از فارسی به عربی برگردانند. ابو نصر عطفی نویسنده تاریخ یمینی که در زمان سلطان محمود غزنوی می‌نویسه میگوید وزیر جلیل احمد ابن حسن میمندی به نویسندگان دیوان فرمود تا از نصر فارسی اجتناب و تحاشی کنند مگر ضرورتی مقتضی باشد. پایان نقل قول. پیش از میمندی وزیر پیشین سلطان محمود ابوالعباس اسفراینی دستور داده بود که زبان دیوان فارسی باشد. فردوسی در پیشگفت گفتار داستان جنگ کیخسرو و افراسیاب از ابوالعباس نام برده و او را ستوده است. چنین برمی آید که این وزیر دانشمند به سبب دلبستگی به زبان فارسی از فردوسی و شاهنامه او پشتیبانی می کرده است و شاید به همین انگیزه است که دشمنانش او را بیرون می رانند. بنابر نویسنده تاریخ یمینی ایرادی که بر ابوالعباس اسفراینی می گرفتند این است که با فارسی شدن دیوان بازار فصاحت و بلاغت از رواج افتاد و نادان و دانا و کافی و عاجز برابر شدند. پایان نقل قول. گرچه اینها بهانه هایند برای کوبیدن ابوالعباس اسفراینی به خوبی نشان می دهند که این دشمنان زبان فارسی و مردم ایرانی را خار می شماردند و عربی را برتر می دانستند. نمونه دیگر نظر امام محمد غزالی طوسی درباره فارسی زبانان است. غزالی در پیشگفتار کتاب کیمیای سعادت می نویسد و ما اندر این کتاب جمله این چهار عنوان و چهل اصل شرح کنیم از بحر پارسیگویان و قلم نگاه داریم از عبارات بلند و منقلق و معانی باریک و دشوار تا فهم توان کرد و اگر کسی را رغبت به تحقیقی و تدقیقی باشد ورای این باید که آن را از کتب تازی طلب کند، چون احیاء علوم دین و کتاب جواهر القرآن و تصانیف دیگر که در این معنا به تازی کرده است که مقصود این کتاب عوام خلقند که این معنا به فارسی التماس کردند و سخن از فهم ایشان در نتوان گذاشت. پایان نقل قول. دانشمند ارجمند زنده یاد محمد محمدی ملایری در تاریخ و فرهنگ ایران در دوران انتقال از عصر ساسانی به عصر اسلامی درباره این سخنان غزالی میگوید در این نوشته خلق عوام منحصر به مردم بی سواد یعنی آنها که نمی توانستند بخوانند و بنویسند نیست، بلکه همه فارسی زبانان با سوادی هم که می توانستند کتاب کیمیای سعادت را بخوانند و بفهمند ولی نمی توانستند عبارات منقلق و معانی باریک و دشوار را از کتب تازی طلب کنند نیز از جمله خلق عوام به شمار می روند، یعنی خلقی که به گفته غزالی نشاید معانی باریک و دشوار بر آنان عرضه شود و در مخاطبه با ایشان هم نباید سخن از فهم آنان بگذرد. پایان نقل قول. و این چیزی جز تنفر از مردم و خار شماردن آنان از نظر غزالی نیست. استاد محمدی ملایری ادامه می دهد و همین اقتضای زمان سبب شد تا کسانی که می خواستند به فضل و دانش شناخته شوند برای اینکه گردی از خلق عوام بر دامان آنها ننشیند دامن از زبانی که به خلق عوام منسوب بود یعنی زبان فارسی برچینند و خود را عربیدان بنمایانند و اگر زبان عربی را هم به خوبی نمی دانستند با بکار بردن انبوه کلمات عربی در زبان فارسی بدان تظاهر کنند. پایان نقل قول. حمله مغول به زبان فارسی آسیب‌های سخت ویرانگر دیگری زد که پرداختن به آنها در اینجا شدنی نیست.
در حدود 80 سال پیش استاد احمد بهمنیار در سخنرانی خود با عنوان املای فارسی در فرهنگستان یکم میگوید دانشمندان ما تا حدود یک قرن پیش علوم ادبیه را منحصر به علوم لفظی عربی میدانستند و فارسیدانی در نظرشان فضیلتی محسوب نمیشد و بدین سبب تمام همت و سعی خود را در تدوین و تکمیل و تعلیم و تعلم قواعد زبان عربی مصروف داشتند. در صرف و نحو عربی هزارها کتاب و رساله مبسوط و مختصر و متوسط تألیف کرده و در استقصای قواعد و تعریف مصطلحات و شرح و بسط مطالب این فن دقت‌ها و موشکافی‌های عجیب نمودند و اگر صد یک این زحمات را برای زبان فارسی کشیده بودند، فارسی هم از جهت صرف و نحو و دیگر علوم لفظی و ادبی زبانی ثروتمند بود. لیکن فارسی را متاسفانه در خور این که چنین رنجی برایش تحمل شود نمی دانستند و اگر شعر و شاعری در ایران اهمیت خاصی پیدا نکرده بود، این چند رساله و کتاب هم که در بدیع و عروض قافیه فارسی در دست داریم به وجود نمی آمد. پایان نقل قول. وقت ما به پایان رسید، پس می بینیم که باید از خواب خرگوشی صدها سال بیرون آییم و به کاستی های فارسی به طور جدی بیندیشیم و از سر همبندی و خود را فریفتن دوری کنیم تا بتوانیم به جهان و پدیده‌های آن با دیدی نو بنگریم.